جلسه گذشته یه بار دیگه مرور کنم و اثبات شد دوباره بگم قضیه که میگفت اگه یه دنباله خواست کشی رو داشته باشه یا به طور خلاصه اگر یه دنباله کشی باشه آنگاه همگراست. به طور خلاصه اون قضیه یعنی و البته لمی که ابتدا ثابت کردیم که دیگه مرورش نکنیم بود که کشی بودن چه چطور نتیجه میده به سادگی؟ این که دنبال کران داره. خب من فهم میکنم واسه خیلی ها کشتن یه شکلی میتونه برای خودشون مثلا رو ملموس تر کنه. شما همیشه امتحان میکنید یه چی دوتون کم مبهمه، شاید با کشتن یه شکل نگاه کردن به شکل یکم دیده بهتری پیدا کنید. ما بخواییم همگرای دنباله رو ثابت کنیم که میدونیم به یه معنی داره، همطوری جمله هاش جمعتر و جمعتر میشه. هر اپسیلونی شما بگیرید از یه جای بعد فاصله جمله هاش، فاصله هر دو تا جمله دنباله شد اپسیلون بیشتر نیست، کمتر از اپسیلونه. خب میخواییم بگیم به یه نقطه ای داره میل میکنه. خب این کرانده بودنش که حالت اینطوری بود که ما اپسیلون اول یک گرفتیم، بعد جمله های دنباله از جای به بعد یعنی مثلا از xn به بعد همه داخل این محدوده میفتن، یعنی از یه اندیسی هر دو تا من جمله این اندیس و همه اندیس های بعدی توی محدوده مثلا اپسیلون یک میفتن، xn من های یک تا xn به علاوه یک. خب جمله های از دنباله که احیانا از این قاعده تخطی کردن x1 و x2 تا xn من های کند اکثر و اونها کرانده بودن دنباله رو مشکل نمی کنن دیگه. ما کافی که این همسایگی رو شعاعش رو بخواهی بیشتر بکنیم اون چند تا جمله رو هم دربر می گیره. پس مثلا ما می تونیم برای کرانده بالا بگیم امو بگیرید چی؟ ماکسیموم xn به علاوه یک و x1 و x2 و xn منهای یک، یعنی همه جمله های دنباله. ما کرانده بالا برش پیدا می شه و مشابه این کردن پایین پیدا میشه. این استدلالی برای این تیکش. خب ببینید وقتی میخوایی همگرایی ثابت کنید اینطور فرض کنید که چیه؟ حتی یه همگرایی یه حدی وجود داره، ما حتی نداریم مقدارشو، ولی خب قضیه میگه که این همگراست. پس بیاین مثل تو مسئله هندسی مثلا میگفتیم بیایی چی جمله ما داشتیم توی درس هندسه مسئله رو حل شده فرض کنیم، مثلا خواستی وجودی خطی رو یه چیزی می‌خواستی نشون بدی، اون حکم رو درست فرض می‌کردی و مبنای اون الگوی فکری تو می‌چیدی که چیکار می‌خوای بکنی. پس ما اگر با قضیه رو باور داشته باشیم خب این نقطه حدی وجود داره. چه اتفاقی داره می‌افته؟ دارن جمله‌های دنباله به این میل می‌کنن، ممکنه گاهی دورشن گاهی نزدیکشن، ولی به هر حال همینطور که می‌گذره در محدوده نزدیک‌تر اون قرار می‌گیرن. خب اگه به پایین این جمله نگاه، این نقطه مثلا x ستاره نگاه بکنید شما که نقطه حدی دنباله است، خب نقطه های بعضی از مقادیر دنباله ممکنه پایین تر باشن، عقب و جلو برن. هر چی که میگذره میشه این دید که این مرزی که اینا میان پایین تر همینطوری نزدیک تر میشه به x ستاره، درسته؟ چون داره میل میکنه دیگه، تو قراره که تو فاصله x ستاره منهای اپسیلون تا x ستاره به علاوه اپسیلون بیفته. هر چی اپسیلون رو بگیرید کافی اینتون رو به اندازه کافی بزرگ بگیرید میفته اون تو. خب و البته مشابه همین اتفاق این برم رخ میده. جمله های ممکنه بزرگ داشته باشید ولی هر چی که میگذره این بزرگتر از x ستاره بودن حدی پیدا میکنه، از یه حدی بیشتری بزرگتر نیست، نزدیک میشه به x ستاره. حالا بیاین نگاه کنیم به اون سوی اولش. ما چرا دارم به این مسیر فکر میکنم؟ به خاطر اینکه ما چی رو بلدیم همگرایش رو ثابت کنیم الا دنبال های یک نوار رو؟ فعلا چی دیگه بلدیم؟ بلد نیستیم. ما فقط میتونیم ثابت کنیم که اگه دنبال صعودی باشه و از بالا کراندار همگراست، اگه نزولی باشه و از پایین کراندار همگراست. پس چون همین رو من بلدم، برای که همگرایی دنباله رو ثابت کنم باید کمک بگیرم از یه دنباله که صعودیه و از بالا کرانداره یا اینکه نزولی از پایین کرانداره. خب چجوری این کار انجام داده؟ راه حل کتاب اینجوریه که میگه بیاین مثلا وای یک رو بگیرید اینفیموم ایکس یک و ایکس دو و به همین ترتیب. خب
وای دو رو بیاین همون عبارت بگیرید با چه تغییری جمله اولش رو بذارید کنار x2 و x3 و و در حالت کلی وای ان رو بگیرید اینفیموم xn و xn به علاوه 1 و خب این داره همون الگوی فکری رو پیش میبره میگه که من میام نگاه بکنم دنباله من جملهاش چقدر دیگه پایینن به معنی دقیق ترش اینفیموم این دنباله چقدره اگر جمله اول صرف نظر بکنم چقدره اگر جمله اول دوم صرف نظر بکنم چقدره یعنی اگر جمله انوم به بعد ببینم این چقدره پس همینجوری دارم قسمت‌های از ابتدای دنباله رو می‌ریزم دور و به دنباله از یه جای به بعد نگاه می‌کنم و به اینفیومش نگاه می‌کنم خب توجه کنید که این مجموعه هر کدوم با حذف یه عضو احتمالاً به مجموعه بعدی تبدیل شدن و وقتی شما با چنین کاری مجموعه رو می‌سازید رفتار اینفیوم خیلی روشنه چون که این مجموعه زیر مجموعه اینه پس اینفیوم این کوچیک‌تر مساوی با اینه درسته خب پس این نتیجه میده که وای 1 کوچیک‌تر مساوی با وای 2 به همین ترتیب خب و دیگه این که اینا همه کوچیک‌تر مساوی با ام هم هستن که ام کران بالای دنباله ایکس ان حالا من میدونم عجیب نیست که انتظار داشته باشم این اینفیموم ها به همون ایکس اتوره که دنبالش میگردم میل کنه یعنی فقط شرایط رو فراهم کردم که قضیه دارم که میتونم باش همگرایی رو ثابت کنم دنباله سعودی از بالا کرانده میدونم همگراست لیمیتش وجود داره پس وای این سعودی و از بالا کراندار خب حالا مونده که نشون بدیم ایک ستاره حد دنبالمون هم هست برای که نشون بدیم چی؟ گفتم همه این عرض دنبال پشت مثلا ام هستن که ام هم ام همون امی که کردن بالا ایکس ان بود چون همه اینا از این فرم گیری مجموعه ام اینا همه پشت مثلا با ام هن پس چیه؟ این فرم باشن پشت مثلا ام ام همونجا میکنم اونجا توی استدلال گفته بودم خب حالا ببینید چی داریم من اینجا این جناب ایکس ستاره است من باید نشون بدم که هر اپسیلون همسایگی دورش بزنم جمله های ایکس ان از اجابه بعد اون تو میفتن خب ببینید وای ان که داره به این میل میکنه بزنید قبل از که بنویسیم بهش فکر کنیم وای ان داره به ایکس ستاره میل میکنه یه دنباله سعودی که داریم به این میل میکنه پس اینم که هست ایکس ستاره منهای اپسیلون اینم هست ایکس ستاره به علاوه اپسیلون خب پس شرط همگرایی رو اگه واسه ایکس ستاره و وای ان که بهش میل میکنه بنویسم میدونم که از یه جای بعد وای ان ها این تو میفتن و مثلا اینم وای ان به علاوه 1 حالا ممکنه این طرف اون طرفش بیفته ولی حالا من اینجا کشتم ببینید وای ان اینفیموم ایکس ان و ایکس ان به علاوه 1 و ایکس ان به علاوه 2 پس ایکس ان و ایکس ان به علاوه 1 و ایکس ان به علاوه 2 همشون بازی تماسای وای ان و وقتی وای ان جلوتر از ایکس ستاره منهای اپسیلون افتاد به طریق اولا همه ایکس ان و ایکس ان به علاوه 1 همشون جلوتر میفتن یعنی یه طرفش قصه پیچیده نیست خب پس بذار اینجوری بنویسم تا هر چه شهودی میرسم به ازای هر اپسیلون بزرگتر از صفر وجود داره n بزرگتر از صفر که اگر
اندیس این بزرگتر از اون باشه، آنگاه وای این میفته تو بازه ایکس. اینجوری بنویسم وای این کوچکتر از ایکس ستاره به علاوه اپسیلون بزرگتر از ایکس ستاره منهای اپسیلون. و وای این تعریفش این بود که اینفیموم اینا، و میدانیم که برای هر ام بزرگتر مساوی با این وای این وای ام کوچکتر مساوی وای این کوچکتر مساوی با ایکس ام. قبوله؟ چون نگاه کنید تعریفش دیگه، وای این اینفیموم ایکس این و ایکس این بعدی هرچی اون جلوتر هست توی اون اینفیموم گیری حضور داره و شده چی؟ شده وای این. اینفیموم یه مجموعه از همه اعضای اون مجموعه کوچکتر مساوی. خب پس تا اینجا وقتی وای اینجوریه چه نتیجه داریم؟ لذا ایکس این برای هر ام بزرگتر مساوی با ان ایکس ان بزرگتر میشه از ایکس ستاره منهای اپسیلون. چی؟ معلومه من چه واضحی دارم میگم. آره قدم های اثبات واضحه، پیچیده نمیگم. اگر من غیر واضح گفتم عذرخواهی میکنم. آره دقیقاً، چون خود وای ان اینجوریه و وای ان هم اینفیمومه، ایکس ان هم بستم وای ان. بله حق با شما، شاید اینفیموم اشاره که هم یک کافی بود دیگه. اصلا اینجوری بگیم چرا به همش رقم، چون تک تک جمله رو دارم. برای هر ان اینجوری که شما میگید بهتر، نخواهم بگم هر ام دیگه، برای هر ان وای ان کوچکتر مساوی با ایکس ان. شما همین فهمید دیگه. پس وای ان ایکس ان هم بزرگتر از ایکس ستاره منهای اپسیلون هست، چون این بزرگتر از این هم بزرگتر از این. ولی اون طرفش چی؟ یعنی چرا این تو میفتن؟ یا اینجا باید اپسیلون دو ماه بگیم که آخرش اپسیلون هست بشه. ببینید نکته اینکه تا اینجا از کشی بودن استفاده نکردیم، اینکه جمله های دنبال دارم نزدیک میشن. خب و اینجا جایی که باید ازش استفاده بکنیم. ببینید ما علاوه بر این حرفا میدونیم خود دنبال ایکسن هم کشی هست، یعنی اگه یه اپسیلونی شما بگید از جای بعد فاصله هر دو عضو دنباله از اپسیلون کمتر میشه، یا شاید اگه احتیاج داشته باشیم اپسیلون دوم. خب همینجا نقشه دقیق‌تر اثبات رو بچینم. من میگم اینجا به جایی که شما اپسیلون بگیرید اپسیلون دوم بگیرید،
یعنی اینجا مثلا اینجوری بگیرید. خب پس ما می‌دونیم جمله های دنبالمون از اینجا بعد افتادن. بیان می‌خوام چیکار کنم؟ من می‌خوام سراغ جایی برم که فاصله جمله های دنباله از اپسیلون دوم کمتر باشه. خب بعد اون اینفیمومه این تو افتاده، این وای این افتاده این تو، خب و وای این تا اون جمله های دیگه میخوام بگم فاصلهش از اپسیلون دوم بیشتر نیست، پس اون جمله های دیگه حد اکثر بیفتن تو این محدوده. نه نه میتونه جلوتر بیفتن. البته چرا وای این همه این طرف درسته، وای این دارن صعود میکنن به سمت یک ستاره، این درسته، وای این همه اینجا هستن. خب پس ایک ستاره ها جلوتر میفته، ممکنه ایک ستاره مثلا جای پرت جلو هم بیفته، عقب تر اینجا نمیفته. خب ببین شما الان مثلا فرض کنید وای ام مساوی با این که داریم، درسته؟ اینفیموم اینا فرض کنید اینا که اینجا هستن فاصله دو بعدش کمتر از اپسیلونه، ما میخوایم بگم فاصلهشون تا اپسیلون هم فاصله دو بعدش کمتر از اپسیلون دومه، میخوام بگم همین گزاره راجع به فاصله یکی از اینا تا اینفیموم هم درسته، یعنی فاصله مثلا یه ایکس کای اینجا با اینفیموم این مجموعه. خب ببینید بذارین اینجوری بگم این تیکه رو، بلند بلند فکر کردم همین سختی رو هم داره، راه حل بنویسه بیاد چلو گاهی بهتر میشه. بزنیم چی که میخوام و چه بکنم. پس ببین من یه اندیسی رو میگیرم که از اونجا بعد فاصله این وای این ها تا حدشون کمتر از اپسیلون دوم باشه، به علاوه فاصله هر دو جمله دنباله تا همدیگه هم کمتر از اپسیلون دوم باشه. میخوام نتیجه بگیرم که اگر این بزرگتر از ماکسیموم این و این پریم باشه، آنگاه فاصله ایکس این تا ایک ستاره کمتر از اپسیلون. خب ببینید ببینید فاصله ایکس این تا وای این چقدر، وای این هست اینفیمومه ایکس این و ایکس این به علاوه یک و الی آخر و ادعا میکنه این کمتر مساوی با اپسیلون دوم. دلیل هم اینه که اینو بذار اینجوری بنویسم، این معنیش اینه که این که xn که yn کوچکتر مساوی با xn به علاوه اپسیلون دومه، بزرگتر مساوی با xn منهای اپسیلون دوم. این که درسته، چون که وای این اصلا کشنمت خود ایکس اینه، چه برسه که اپسیلون دوم چه اضافه بکنید. ولی این چرا درسته؟ ببینید این یعنی این که این یکی رو اینجوری بنویسید، این یعنی وای اینه به علاوه اپسیلون دوم
بزرگتر مساوی با xn. نکته اینه که به ازای هر M بزرگتر مساوی با N بزرگتر از بله XM و XN فاصله شون کوچیک‌تر از اپسیلون دومه. این نتیجه میده که XM بین xn به علاوه اپسیلون دوم و xn منهای اپسیلون دومه. پس نگاه کنید xn منهای اپسیلون دوم یک کرانه پایین واسه xm هست. xn منهای اپسیلون دوم یک کرانه پایین برای مجموعه xn xn به علاوه یک الی آخر است. قبوله؟ چون xn منهای اپسیلون دوم کوچکتر از xm شد به ازای همه امای بزرگتر مساوی با n. بله. نیست؟ این فیومه یه دنباله که لزوماً جمله از اون نیست. اگه یکیش بود من دیگه بحث مشکل نداشتم، چون این فیلم لزوماً عضو مجموعه نیست. یه مقدار اینجا چیز داره. ببینید همین اینجا نگاه کنید، من الان میخواستم بگم که xn منهای اپسیلون دوم کوچکتر مساوی yn. نشون دادم که xn منهای اپسیلون دوم کوچکتر مساوی به همه xm ها هست، پس خودش یک کرانه پایین مجموعه است. خب خود yn هم که سوپریموم بود، ببخشید اینفیموم بود، درسته؟ یعنی بزرگترین کرانه پایین بود. بزرگترین کرانه پایین بزرگتر مساوی با هر کرانه پایین دیگه است. xn منهای اپسیلون دوم یک کرانه پایین دیگه است. خب پس این اصلا مستقیما دارم همون چیزی که اینجا میخوام نتیجه میگیرم. بسیار خوب، روشن شد؟ اینکه من شاید اینو دوباره بگم. ببینید من میخوام بگم که yn که اینفیوم جمله های دنباله از جمله انوم به بعد باشه، فاصله اش از هر از xn کوچکتر از اپسیلون دومه. چه اتفاقی اینجا افتاده که حرف میزنم؟ yn اینفیوم روی مجموعی از اعضای دنباله است که فاصله جفت جفتشون کمتر از اپسیلون دومه. میخوام بگم این گذره رو راجع به اینفیوم و یکی از جمله دنباله میتونم بگم. قبلش راجع به دو تا جمله دنباله بود از جمله انوم به بعد، حالا میگم یه جمله دنباله و خود اینفیوم. میگم اگر شما از یه جمله xnوم اپسیلون تا عقب نشینی بکنید، میخوام بگم این گفتم این نابرابری که اینجا نوشتم معنیش اینه که yn کوچه تماسایی با xn به علاوه اپسیلون دومه، بزرگ تماسایی xn منهای اپسیلون دومه. این تیکه از نابرابری بدیهیه، به خاطر که yn اصلا از خود xn تجاوز نمی کنه. اپسیلون دوم هم روش بریزید که دیگه بازم درسته. xn و yn رو مقایسه میکنم. اینجا اینو برای این وارد کنم به خاطر که yn تعریفش بر حسب جمله های دنباله از n به بعد. خب ببینید فقط میمونه چی بگم؟ بگم yn بزرگتر مساوی به xn منهای اپسیلون دومه. خب حرفی که اینجا دارم این بود، مگه این نیست که فاصله هر دو عضو اون مجموعه کوچکتر از اپسیلون دوم باشه؟ هر دوتا، نه فقط هر کدوم با مورد بعدیش، هر دوتایی. یکی از اون دوتا رو xn گرفتم، یکیشو m گرفتم که بزرگتر مساوی با اونه. دوتا دیگه میگیرم. این که این کوچکتر از اپسیلون دومه اگر بازش بکنید معنیش میشه که xm بین xn به علاوه اپسیلون منهای اپسیلون دوم و به علاوه اپسیلون دوم. پس این جمله که اینجا اومده کوچیک‌تر از همه جمله های دنبال است. خب پس این یک کرانه پایین واسه این است و yn اینفیموم این مجموعه بود، یعنی بزرگترین کرانه پایین بود. بزرگترین کرانه پایین بزرگتر مساوی با هر کرانه دیگه. خب پس اینو ثابت کردم که فاصله xn تا yn کوچیک‌تر از اپسیلون دومه تحت اون شرطی که بهش رسیده بودیم، و فاصله yn تا x ستاره هم کمتر اپسیلون دومه، و این نتیجه که میخوایم میده دیگه. بذارین این اینجا کار رو تمام کنم دیگه. این اثباتش نیم صفحه کتاب بیشتر نیست، من
چون هی وسطش مکس کردم مثلا شک کشیدم اینا، حالا سعی کنم مقداری بگم که ایده اثبات چیه. پس برای n بزرگتر مساوی با ماکسیموم بزرگتر ماکسیموم n و n پریم، فاصله xn تا yn کوچکتر از یا مساوی با اپسیلون دومه و فاصله yn تا x ستاره کوچکتر از اپسیلون دومه و اینطور با هم ترکیب بکنید در میاد که فاصله xn تا x ستاره کوچکتر از اپسیلون نسبت تمام. خب بسیار. پس توی عدد حقیقی، تو دنباله های عدد حقیقی، کشی بودن و همگرا بودن با هم دیگه معادله. ولی خب یه ویژگی کشی بودن تو که چند بار تاکید کردم اینه که یه گزاره‌ایه که توش فقط جمله های دنباله وجود دارن، اون حدش وجود نداره، فقط توصیفی از رفتار خود دنباله است. x ستاره مثلا که اینجا حد دنباله بود نیست. بله چرا دیگه ما اولش نشیم همین بود دیگه. من اول قبل از که اصلا کشی بودن رو تعریف بکنم گفتم اگه دنباله همگرا باشه از دجا به بعد فاصله جمله هاش تا حدش از اپسیلون دوم کمتر میشن، پس فاصله هر دو عضو دنباله از اپسیلون کمتره. بله یه طرفش خیلی سرراسته که اینکه همگرایی کشی بودن نتیجه میده، یکیش یه مقداری زحمت داشت که الان همه زحمت شد دیدید، اون اینه که کشی بودن همگرایی نتیجه میده. بسیار خوب. خب یه سری دنباله هایی که توی محاسبات و اثبات ها و این چیزا باش زیاد سر و کار داریم کتاب فهرست کرده و راجع به همگرایی و حد و این چیزا صحبت کرده، همش رو اثبات نکرده، به تمرین اونا رو معول کرده برای خود شما. اون سریا که اون دنباله هایی که ازشون حرف میزنه بدون یکی که ازشون صحبت بکنیم، مثلا یک دنباله R به توان N. خب این شما رفتارش میدونید چجوریه دیگه، یعنی R فرض کنید یه عدد حقیقیه، این در چه صورتی همگراست در چه صورتی نیست؟ بله بذار حالت بندش میشه که اگر R قدم تا R کمتر از یک باشه آنگاه لیمیت R به توان N مساوی با صفر. درسته؟ اگر قدم مطلق R بزرگتر از یک باشه اون وقت بگم اگه خود R بزرگتر از یک باشه لیمیت R به توان N بی نهایت. درسته؟ دیگه چی؟ اگر R مساوی با یک باشه لیمیت R به توان N یکه، دنباله ثابت یکه، و اگر R کوچکتر مساوی با منفی یک باشه دنباله R M وارگر است. البته بله دیگه اینجا هم واگرا است، ولی تفاوتش اینه که اینجا واگرایی که حد بی‌نهایت داره، ولی وقتی جمله منفی شد اگه خود منفی یک باشه میشه منفی به توان n که یه درمیون یک و منهای یک، این دنباله همگرا نیست. اگه عدد کمتر از منفی یک باشه این قدم تقش داره بزرگ میشه و قدم تقش به بی‌نهایت میل میکنه، ولی توی انای زوج و فرد هی داره مقدار بزرگ و کوچیک و مقدار منفی خیلی بزرگ خیلی مثبت بزرگ یا منفی خیلی کوچیک میگیره و باز هم واگراست و حتی اون همگرایی معنی بی‌نهایت منها بی‌نهایت هم نداره. خب این دنباله R به توان N. دیگه دنباله که ما باش تو بعضی از محاسبات اون سر کار داریم سریه، سیگما R کاست کاموسای با یک صفر تا N، یعنی اینو شما بگیرید XN. خب اینم با توجه R حالتهای مختلف براش رخ میده. البته شما با توجه اتحاده که بعدی میدونید که این هست یک منهای R به توان N به علاوه یک، درسته؟ تقسیم بر یک منهای R، البته اگر R مخالف یک باشه. و R البته نه، وقتی که این سریو می نویسید راجع به حدش صحبت نکردم، فعلا خود جمله رو نوشتم.
اینکه این اتحاد رو بلد دیگه که بنای آرز عبد این میشه همون که اونجا نوشتن. ولی حالا وقتی حد بگیریم در واقع حالا رفتاری که این داره به آر بستگی داره. خب چطوری میشه اگر قد مطلق آر کوچکتر از یک باشه آنگاه لیمیت ایکس ان میشه یک تقسیم بر یک منهای آر. درسته؟ اینا چه دکتر ریاضی عمومی هم زیاد باشه شما سر کار داشتید دیگه. اثبات ها اون چیده شو هم دیدید شاید هم که تو کتاب هم گفته نگاه کنید بعضی شو گفته بعضی شما تمرین داده. اینا چیده جدیدی نیست دیگه. چی؟ اگر از مطلق آر بزرگ تمثال با یک باشه این سری واگرا میشه. یعنی بگیم دنباله چون مثلا ما سری دنباله ایکس این واگر است. ما حالتا با حالتای همگیرا بیشتر سر کار داریم. سه مثلا دیگه این چند تا مثال که زده این به توان پی آر به توان اینه که آر متعلق به آر بگیرید و پی متعلق به زد بگیرید. حالتا این یک تعمیمی از اینو دیگه ها. اگه پی رو بگیریم صفر این همین دنباله میشه. خب این دنباله اصطلاحا نماییه. اونجا یه چند جمله‌ای هم مثلا توش دارم چند جمله هم نیست تک جمله البته. خب که اینم باز حالتی که همگرا میشه اینه که قنطق آر کوچکتر از یک باشه آنگاه ببین وقتی آر کمتر از یکه این آر به توان این حد صفره و البته این به توان پی این که چه رفتاری داره بستگی داره که پی مثبت باشه منفی باشه. پی اگه مثبت باشه میشه مثلا این به توان یه حد مثبت این داره بزرگ میشه داره بزرگ میشه و به سمت بینات این تک جملهش میل میکنه و این به سمت صفر میل میکنه. ولی جمله نمایی قوی تر از جمله تک جمله است. این چند جمله یا یک جمله در واقع. و حالا این باید اثبات کرد دقیقاً که این رشدش سریع‌تره و صفر شدن این از بینات شدن اون به اون چیره میشه. حالا اینا توصیف ریاضی نیست استدلال چیره میشه اون مثلا اون رو بر خاک ذلت مینشاند این استدلال نیست. باید دقیقا اثبات کرد. حالا اثباتش هم چند احتمال داره روی اسمون دیده باشین و یا تو کتاب نگاه کنید. به هر صورت وقتی قنطق آر کوچیک‌تر از یک لیمیت ام به توان پی آر به توان ان این صفر وقتی ان به سمت بینهایت میل می‌کنه. صفر از اینکه پی مثبت باشه منفی باشه. حالا حالت‌های دیگه هم وجود داره که میشه براش صحبت کرد که مثلا اون باز خیلی مورد نظر چیزی نبود. کتاب نبوده چون ما بیشتر برای همگرایی‌ها می‌خوام از این استفاده بکنیم. اگه جای نیاز بشه میشه اشاره کرد بشه. دیگه ریشه انوم آه که این به سمت صفر میل میکنه وقتی که این به سمت بی نهایت میره. البته برای که ریشه گرفتن مشکل نداشته باشه ما آ رو مثبت میگیریم. مهم نیست که آ بزرگتر از یک باشه یا کمتر از یک باشه. البته اگر آ بیشتر از یک باشه با ریشه گرفتن ازش کوچیک میشه به سمت صفر میل میکنه به سمت ببخشید یک حدش ها چی شد دارم درست میگم؟ ریشه انوم وقتی میگیرید حدش یک نه بس دیگه آ نداریم. فقط آ اگه بزرگتر از یک باشه ریشه دوم و سومی دنباله نزولی ازش میسازه که یک میل میکنه و اگه آ کمتر از یک باشه با ریشه گرفتن بزرگ میشه سمت یک میل میکنه. خب این چیزی فکر کنید شما نگاهی مشکوک میکنید. خب دیگه چی؟ ریشه انوم ان این هم به سمت یک میل میکنه میتونیم که اونجایی صحبت کنیم میتونیم ثابت کنیم هم یادم چرا سمت یک میل میکنه. ولی بزنیم بنویسم دیگه چیا بود. دیگه یک به علاوه یک انوم به توان ان همگراست که شما میدونید حدش ایه
و یه مثال دیگه این سیگما یک تقسیم بر کا فاکتوریل کا مساوی با صفر تا ان، این هم همگراست و البته حدش همون قبلیه. حتی اینجا راجع به این صحبت نکردیم که مثلا حدش چیه و با اون یکیه. و حاصل دنباله همگرا، حاصل ضرب حد تعداد، که این تعداد تعداد مثلا 2 تا 3 تا 4 تا خیلی 1 میلیارد تا، ولی یک تعداد مشخصی میخوام شاید تمچیدی تو ذهنتونه که n بار ضرب کنید مثلا چیزایی تو هم دیگه. این n اندیس دنباله اگر باشه، نه ببینید مثلا اگر که xn، سوالتون شاید اینجوریه که ما میدونیم اگر xn به سمت x ستاره میل کنه، yn به سمت y ستاره میل کنه، وقت ضربشون هم میل میکنه به سمت حاصل ضرب اونا. یا اگه یه سری دیگه دنبال داشته باشید که هر چند تا میخوان باشن، ولی مثلا 2 تا 3 تا 10 تا 1 میلیارد تا 100 میلیارد تا یه تعداد مشخصی دنباله که اینا همشون همگرا هستن، اون وقت میشه نتیجه گرفتش که xn yn تا zn بمانی دنباله میل میکنه سمت چی؟ x ستاره، y ستاره، z ستاره. خب الان چرا شما همچین فکر کردین؟ چون میگید یکی به علاوه یک انوم که سمت یک داره میل میکنه، اون یکی هم سمت یک داره میل میکنه، پس این حاصل ضرب تعدادی دنبالن که حدشون یکه. چند تا دنبالن؟ نه هیچ، خیلی جواب مسئله ما نیست، به خاطر اینکه جمله اول ضرب یه دونه مثلا جمله است، دومی ضرب 2 تا جمله است، سومی ضرب 3 تا جمله است، درست شد؟ و انومی ضرب n تا جمله است. چیزی که من دارم اینجا میگم اینه که هر تعداد متناهی تا دنباله که تعدادش مشخص باید باشه چند تا، اونا رو میتونید تو هم ضرب کنید، از همگرایی تک تکشون همگرایی حاصل ضرب نتیجه میشه و حد هم میشه ضرب حد ها، یا بخواید اگه جمع بکنیم همینطور. خب ولی ببینید، ببخشید یه لحظه بذارید، مثلا فرض کنید مثل اینکه من بگم یک انوم به علاوه یک انوم به علاوه یک انوم، اسم اینو بذارید xn. خب بخو x یک انوم مثلا چی میل میکنه؟ صفر. اینم صفر، اینم صفر، اینم صفر، خب جمع بذارید صفر مثلا صفر، داری که خب یک چیز پیچیده مثل این یکه، xn یکه، یعنی دنباله ثابت یکه. چرا این استدلال غلطه؟ بخاطر اینکه این اگر از چنین چیزی از جمع ضرب مثلا یا جمع اینجا نتیجه می‌خوایم بگیرید، باید تعداد مشخصی دنباله باشه، نه اینکه با افزایش اندیس تعداد دنباله‌های مورد نیاز برای این تساوی زیاد بشه و کنترل نشه اصلا. کسی سوال داره؟ خب بیا ببینیم از اینا کدومش به نظر چیز میاد؟ توی اینجا بله، مثلا این هست N2R، N2 5 به توان n، N2 1/3 به توان n، p عدد ثابته، n اندیس دنبال است، r و p پارامتر، این پارامتر حقیقیه و اینم پارامتر صحیح. خب مثلا با کدومش مقدار میشه درگیر شد؟ 5 4 و 5. 5 یه مقدار چیزتره، سختره و میشه با قضیه فشار چیزم نتیجه گرفت، قبل نتیجه گرفت. نگاه کنید اگر ببینید مثلا آر رو فرض کنید چیز باشه، بزرگتر از یک باشه، خب آیا بزرگتر از یک؟ اگر این بزرگتر از آ، آنگاه ریشه انوم آ کوچکتر از ریشه انوم این، و اینم بزرگتر مساوی با یک. خب یعنی اگه من نشون بدم حد این دنباله یکه، در این صورت حد این دنباله هم یک میشه، چون شرایط قضیه فشار برقراره، مگر اینکه واسه متن جمله اول واقعا در حد گیری اهمیت نداره. چی؟ کوچکتر از بین صفر و یک هم در واقع با یه وارونگی راحت در میاد، چون ریشه انوم آ هست 1 تقسیم بر ریشه انوم 1 آم، پس اگه واسه عدد بزرگتری مثلا حل کنیم با یه وارونگیری، واسه عدد کوچکتر از یک هم حل میشه، چون یک یک میشه یک دیگه. خب پس مسئله واقعا همینه، واسه بزرگتر از یک ها یک کوچکتر از یک هم با یه یک تقسیم بر اون در میاد. و پس مسئله 5 اگه حل بکنیم با قضیه فشار مسئله چی تام در میاد.
من خودم وقتی بچه بودم اینو با ماشین حساب سعی می‌کردم مثلا چی بکنم، مثلا اینو مشاهده کردم، یعنی مثلا واقعا بدیهی نبود که روش انوم ان مثلا چی میشه، مثلا میشه 55 کوچیک میشه، نمی‌دونم اصلا نزولیه. سوال: آیا ریشه انوم ان کوچیک‌تر است از ریشه ان به علاوه 1 ان به علاوه 1؟ ها برعکس از اون وریه؟ اون ور راست میگه، ما انسان به یک چی بشه؟ این درست حالا؟ واسه یک غلطه، چون میشه ریشه 1.1 اون میشه رادیکال 2. واسه 2 چی؟ رادیکال 2 و این اینا دیگه این سوالای توی دبستان دیگه‌تون هست؟ علامت مناسب در این قسمت قرار دهید. ریاضیاتون پایش قوی باشه اینجا مشکل حله. رادیکال 2 و ریشه 3/3 کدوم بزرگتره؟ به توان به 6 برسونیم این میشه 2 به توان 3، درسته؟ این میشه 3 به توان 2. این میشه 8، درسته؟ این میشه 9، این کوچیک‌تره. از جمله بعدی مثل اینکه ترتیب چیز میشه ها؟ از اون به بعد برعکس میشه، یعنی این درسته برای n بزرگتر مساوی با 3، واسه بزرگتر از 3. بله، ولی خب اثبات نکردیم البته. خودش یه مسئله یه، ولی لزوما راحت اینطوری بهش فکر کنیم. اثبات هم بکنیم خیلی مشکلی حل نمیشه. بله، فقط اینا بزرگتر مساوی به 1 هستند، نزولی هم میشن از جمله سوم به بعد، همگرا میشن، ولی اینکه حدشون 1 میشه هنوز ثابت نشد. حالا تا هنوز اینم ثابت نکردیم، ولی حالا چجوری باید ثابت کرد اینو؟ کسی اثباتش هست؟ ریشه انوم ان چرا به سمت 1 میل میکنه؟ لوگاریتم بگیریم، یه کمی مقدمات تر فکر کنیم. ریشه انوم انو به توان چی برسونم؟ نفهمیدم. به توان اندوی بله به ان برسونم؟ خوبه کیه؟ دارین این آوربر رو دارید میگید ها؟ خیلی اینو میشه ریشه یه این میشه n به توان n به علاوه 1، آره این میشه n به علاوه 1 به توان n. تقسیم بر n به توان n بکنم میشه n، این بر میشه چی؟ 1 به علاوه 1 n به توان n. یه از برمیگه به یه مثال دیگه مون، ولی این چرا کمتر از 3؟ یادتون باشه دقیقا خب این چرا کمتر از 3؟ چیکار میکنیم؟ 1 به علاوه 1 n به توان n میشه مساوی با سیگما k از n، آره n به توان k مساوی با اینجوری برم، نه ببخشید 1 n به توان چرا کنم؟ بس بنویسم چرا کنم؟ میدونم من یادم هستی همچی کاری میشد کرد، این جمله رو مینوشتیم یه تخمینی میزدیم میشد نشون داد که این کوچیک‌تر مساوی با 3. بزن یه کار ناتمام نمونه. این چیزی که اینجا گفتید من فکر می‌کنم همین یک جملاتش مدار بازی بکنیم، یه سری مثلا قابل محاسبه شد جاش تخمین بزنیم که در میاد کوچیک‌تر مساوی 3. وقتی اینو نشون بدیم اون وقت که می‌خواستیم در میاد به ازای انای بزرگتر از 3 ان بزرگتر از 1 علاوه 1 ان به توان ان میشه و همین مسیر برگشت نزولی بودن اون دنباله مشخص میشه صرف نظر جمله اول دومش، از جمله سوم به بعد نزولی میشه، ولی بازم نمیگه که حدش 1 میشه. ببین برای که بگیم حدش 1 باید نشون بدیم که اولا که بزرگتر مساوی 1 هست،
ما باید یه عدد بزرگتر از یکی رو فرض بکنیم، مثل یک به علاوه اپسیلون مثلا، درسته؟ نشون بدیم این دنبال عدد جای بعد از اون کمتر میشه. باید نشون بدیم، باید نشان دهیم که برای هر اپسیلون بزرگتر از صفر وجود داره n بزرگتر از n، وجود داره n که اگر n بزرگتر از اون باشه آنگاه ریشه انوم n کوچکتر از یک به علاوه اپسیلونه. درسته؟ بخوام دقیقا تعریف حد رو بنویسم، باید مثلا بزرگتر از یک منهای اپسیلونه، ولی خیالم از این باید راحته با خاطر ریشه انوم n بزرگتر مثلا یک هست. خب حالا این اگه بنویسین چی به ما میده؟ بذار این رو که شما گفتید رو نتیجه خوب بود، ولی خب به اتفاقش بکنم. این یعنی ما میخوایم بگیم که از این نداریم، میخوایم بگیم که میشه اینو انقدر بزرگ گرفت که اینطوری باشه، یعنی n کوچکتر بشه از یک به علاوه اپسیلون به توان n. خب این یعنی که n یک تقسیم بر یک به علاوه اپسیلون به توان n کوچکتر از یک بشه. خب حالا نگاه کنید، اگه شما اسم اینو بذارید r، این هست n r به توان n کوچکتر از یک، درست؟ یه مسئله ما اینجا داشتیم که باز این حتی اثبات نکردیم، ولی میگفتش که n به توان p r به توان n اگر r کمتر از یک باشه حد این صفره. حالا p رو بگیرید یک، میشه n r به توان n. این میشه چی؟ این همین میشه دیگه، n به توان یک r به توان n، r کمتر از یک چون r هست یک تفکر اپسیلون. خب اگر اون رو پذیرفته باشیم ما میدونیم که n به اندازه کافی اگر بزرگ باشه این کوچکتر از یک میشه، چون حد این عبارت صفره و حد وقتی حد صفر باشه پس از اجابت از یک کمتر میشه. درست شد؟ پس با اون در میاد، پس یه مسئله است که من از این باش کار کردن ساده تره. خب حالا بذارین اینا رو بزنیم هم توی کتاب گذاشته واسه تمرین و اینا، واسه تمرین بزنیم هم یکی دو تا شو تو متن ثابت کرده، چند تا شو تو تمرین گفته. بسیار. نه اگه آکوچه تو از یکم باشه باز اشکال نداره. این به توان میرسوندم اینجا هاریشه نمیگرفتم. آها گفتم در حالتی که بزرگتر از یک باشه، در حالتی که اینطوری باشه اون وقت چیز میشه، این جمله های دنباله بین یک میشن و جمله ریشه انوم ان. اگر که چیز باشه کوچکتر از یک باشه در واقع بین یک میشن از اون طرف و ریشه انوم یک انوم. یا اینجوری ببین، اگر آکم من گفتم حالت آن بزرگتر از یک، شما فهمیدید چی دارم میگم، که با قضیه ساندویچ میشه با قضیه فشار درش آورد. خب اگر آ کوچکتر از یک باشه ریشه انوم آ رو بگیرید یک تقسیم بر ریشه انوم یک آم. حالا یک آم بزرگتر از یکه، درسته؟ و حد این رو مثلا ما ثابت کردیم که یکه، پس یک تقسیم بر اونم حدش یکه دیگه. فرقشون در صعودی بودن نزولی بودن دنبال است. بسیار خوب. داشتم و جوست بردمش. بسیار خب، یک نتیجه مهم دیگه که از این گزاره ها داریم یه قضیه هست که شمیان قضیه بازه های تو در تو. میگه که فرض کنید که اینجوری مثلا آن و بی ان
دنباله تو در تو و نزولی حالا از بازه های بسته باشند. حالا تأکید میکنم که یعنی چی؟ یعنی آنه به علاوه یک و بینه به علاوه یک این زیر مجموعه آن و بین باشه. معادلا معنی این زیر مجموعه بودن اینه که آن کوچیک‌تر مساوی با آن به علاوه یک و بین به علاوه یک کوچیک‌تر مساوی با بین. خب پس یه بازه داریم مثلا آ یک بی یک، بعد آ دو بی دو، آ سه بی سه، توی هم دیگه دستن. در این صورت اشتراک آ ان بی ان ام مساوی با یک تا بی نهایت ناتوهیه و اگر به علاوه بی ان منهای آ ان به صفر میل کند این اشتراک دقیقاً یک مثبت. عضو خب چی؟ راست میگیدم. یعنی عوضی نوشتم، یعنی تکرار میکنم خوش خطر میبسن مثلا عوض دارد. نمیدونید مثلا یعنی چی؟ مثلا توضیح بدم. خیلی خوب ببینید، یه سری بازه بسته مثل آن و بین دارید، اینا نزولی هستن. منظورم چی بود؟ نزولی بودن توی مجموعه ها، یعنی که مجموعه اندیس بزرگتر زیر مجموعه مجموعه اندیس قبلیشه. پس به چشم مجموعه بهش نگاه بکن، این یعنی نزولی بودن دیگه. ولی حالا اینکه این بازه ها این رابطه نزولی بودن رو دارن، راجب سرتای بازه چی میگه؟ میگه که سر بازه ابتدای بازه صعودیه، انتهای بازه نزولیه. درسته؟ برای که این زیر مجموعه این باشه باید همین رابطه برقرار باشه دیگه. حالا میگه اینا اشتراکشون ناتوهیه. خب یه چیزی هست که توی همه این بازه ها هست. بعدش چی میگه؟ میگه که طول بازه ها به سمت صفر میل کنه، اشتراک یه عضو بیشتر نداره. خب چرا اشتراک ناتوهیه؟ از کشی بودن میشه و ارشد مقدمات تر میشه. این فیموم بی اینا خب آها آره هر دوتا، یعنی بدترین بهترین حال چکار ندارم. اینا که دارن زیاد میشن یه دنباله سودی هن، اینا از بالا کران دارن. چرا؟ هر کدوم از بیا، هر کدوم از بیا که دوست دارید. درسته؟ ببینید این هست مثلا آ یک بی یک، بعد آ دو بی دو، پس بی یک و بی دو و اینا همشون کران بالای همه آها هستن. پس آن ها سعودی از بالا کران دارن، پس همگران. خب پس میدونیم چی؟ فرض کنید لیمیت آن ها بشه مثلا آ ستاره. من خلاصه کردم تیکر حل. چرا اصلا حد وجود داره؟ چون دنباله سعودی از بالا کران داره. راجعه بی این حرف رو نمیزنم فعلا، چون بخوام ثابت کنم فعلا عضو داره. ادعای چیه؟ آستاره برای هر این آستاره متعلق به بازه آن و بی این، و این همون چیزی که من میخوامه. میخوام نشون بدم یه عددی وجود داره که تو همه این بازه هست. اشتراک مگه چیه؟ اشتراک اعداد هست که تو همه شون هستن. خب حالا چرا این درسته؟ دقیقا، ولی چون ما هدفمون فعلا ثابت کردیم که ناتوهیه. حالا بذاریم فعلا اون بند دوم نگیم، اون بند دوم با یه
یه بیان دیگه ساده‌تر در میاد. میدونم میتونید شما راجع به این که دقیقاً اشتراک چی هم صحبت کنید. میدونید دقیقاً از سوپریموم آنها تا اینفیموم بین هاست. قبول دارم. ولی این مطلب نیست که الان میخواییم بگیم. ما فهم میخواییم بگیم یه چیز توش هست. خب. آره. خیلی خب. شما میدونید یه دنباله سعودی اصلا حدش چی بود؟ سوپریمومشون بود. اصلا چون آن سعودی است همگراست اصلا قبل شاد میگفتن و حد آن همان سوپریموم آن است. درسته؟ در نتیجه برای هر ان آن کوچک تماسایی با آستار است. درست شد؟ خب و حالا چرا بین آن کوچکتر از آستاره چرا کوچکتر از بینه؟ آها و هر بی ان یک کرانه بالای آ بگم هر بی ام مثلا آ ان است و لذا آ ستاره که کوچکترین کرانه بالای اون هست کوچک تماسایی با بی ام. درست شد؟ خیلی خیلی واضحه یعنی چیز عجیب غریب ساده نکردن که بازهای تو در تو اشتراکشون عضو دارن. حالا چرا اگر که طول این باز این که این تفاضله در واقع طول بازه انوم دیگه بی ان منهای آن میشه طول بازه انوم، چرا اگر طول بازه ها به سمت صفر میل کنه این اشتراک یه عضو بیشتر نداره؟ فرض کنید که مثلا آلفا و بتا متعلق به اشتراک آنا و بی انا باشد. خوبه؟ یه چیزی بزنیم قبول دارم ولی میخوام یه اینجا صریح میشه دید وقتی دوتا نقطه توی باز تو اشتراک این تو همشون هستن. درسته؟ پس آلفا و بتا توی بازه انوم هستن. خب یه بازه دارید طولش هست بی ان منهای آن دو تا نقطه هم توشن، فاصله دو تا نقطه چقدر حد اکثر؟ بنزه طول بازه دیگه. تو هر بازه دو تا نقطه بگیرید فاصله شون حد اکثر بنزه طول بازه است. پس برای هر انی شما بگیرید فاصله آلفا و بتا کوچکتر مساوی با بی ان منهای آن میشه و این هم یه دنباله سمت صفر میل حد صفر میشه. اونجا که شما گفته بگید فرض کنیم که مخالف هم باشن یعنی آلفا منتفتا مثبت باشه و به تناقض میرسید دیگه به خاطر اینکه این تفاضل بزرگ تماسایی عدد مثبته. پس چطور میتونه عدد صفر باشه؟ یا یعنی که بگید حد این صفر این هم یه عدد بزرگ تماسایی با صفره کوش تماسایی با یه دنباله است که سمت صفر میل میکنه. بعد باقیش دیگه ساده است دیگه. پس طول این بازه به سمت صفر میل کنه ممکن است که بیش از یه عضو وجود داشته باشه. یه عضو وجود داره. یعنی تک عضوی اون. ببینید این ویژگیه که تو آر هست توی کیو نیست. اگه بازه های بسته تو در تو از عدد گویا داشته باشید ممکن اشتراک نداشته باشه. باز ببینید سراغ یه عدد گنگ خب مثلا رادیکال دوی دوست داشتنی و یه دنباله آن درست کنید گویا باشه از پایین به رادیکال دو میل کنه و یه دنباله بی ان که گویا باشه از بالا به رادیکال دو میل کنه، این بازه های تو در تو توی آر اشتراک دارن، یکی هم بیشتر اسم اشتراک رادیکال دوه ولی به عنوان زیر مجموعه کیو هیچ اشتراکی ندارن، تاش چیزی در نمیاد و این اصلا یه بیان دیگه اصل کماله. اصل کمال این بود که چی؟ مجموعه های ناتوهی از بالا کران دار سوپریموم. درسته؟ یه بیانی که معادل با همونه که بازه های بسته تو در تو اشتراک داره. خب حالا یه چیز خیلی عجیب غریبی نگفتم ولی داره در واقع همتون گفتم ویژگی مهم آر رو به یه زبان دیگه بیان میکنه. حالا حالا این چیزی دارم میگم یه کنجکاوی در پیرامون همینه. اگه مثلا ما به جای بازه های بسته بازه های باز میذاشتیم، یعنی فرض کنید که آن به علاوه یک و بی ان به علاوه یک اینجوری، فرض کنید ویژگیش این بود که زیر مجموعه آن و بی ان بود،
آیا نمیشون نتیجه گرفتش که اشتراک آن و بین ها مخالف توحیه؟ آیا مثلا واقعا شرط بسته بودن میشه یه قضیه دیگه هم راجع بازای باز تو درتون نوشت؟ فرق داره به نظر شما؟ چی؟ یعنی شما میگید نه چه میشه گرفت نمیشه گرفت؟ نمیشه گرفت، یعنی میخوایم مثال بسان بزنید. بله آن با بین برابر نشه؟ آره، فرض که واقعا بازمون به معنی متعارفش باز است، یعنی آن کوچیکتر از بینه، قبول؟ اینو میگید؟ خب درسته؟ چی؟ یک انوم و دو انوم بازه رو داریم معرفی میکنید؟ منظور این که نیست از اون ورش. خب یک انوم دو انوم نه بالاخره الان شما دارن آنو معرفی کردن بیانه معرفی کرد دیگه، این شرط تو در تو بودن رو داره؟ تو در تو نیستن. ما کلا استدلالمون بر اساس همون سوپریمونیفونوم و اصل کمال حقوقی هم داره، مشکلی نداره. مشکل نداره؟ یک تقسیم بر دو به توان کا، یک تقسیم دو به توان کای به علاوه یک، یا ان اگه اجازه بدین ها. خب باز این تو در تو هستن؟ یعنی مثلا الان این مثلا هست یک، این هست یک دوم، بعد هست یک چهارم، درسته؟ این یکی از بازهای شماست، اون یکی اینه، مثلا توی اون نیست. اینجوری بعد خب یعنی مثلا از اینجا تا اینجا خب اینجا صفر توش هست. شما دوباره مثال بگن که پس میگه میشه سر بازار برداشت، حرفتون همینه؟ خب ولی نمیشه. یه مثال بزنید که نشه تش چیزی نمونه. اینا تو در تو هن دیگه، چی تش میمونه؟ هیچی دیگه، هیچ عددی نیست که توی هر همه بازه هایی که اینجا نوشتن باشه. چی؟ تو در تو هن؟ تو در تو هن یعنی چی؟ یعنی این زیر مجموع اون باشه دیگه. آره. حتی زیر مجموع اکید هم هستن، حالا اینکه دقیقا سرش همونجا نفته خب نگفته، ولی تو در تو هن. خب و حالا مثلا مثال دیگه که حالا مثلا آیا مثلا این بازه های این شکلی میشه؟ حالا اینجا طولشون، اینجا بازه های چی بودن؟ ما بازه های از طرف بیکر نمیتونیم بنویسیم، اونا چی؟ بازه های که مثلا از یه طرف، از دو طرف بیکرن که یعنی کل آر، ولی از یه طرف بیکرن هم داریم، اونا اگه تو در تو باشن اشتراک دارن لزوما. این مثال رو بعد نیستم ببینید تا بدونه که محدوده استدلال چیه. ما اگر بازه این شکلی بگیریم گفتیم بدون هیچ فرضی ناتوهیه، اگه فرض کنیم که طولش سمت صفر میره اون وقت تکوزویه. حالا فرض کنیم که همچین بازه هایی دارید، مثلا بازه هایی به شکل آن تا بی نهایت، خب کلتو تو در تو هستن، یعنی آن به علاوه یک زیر مجموعه آن تا بی نهایت باشه. آیا مثلا راجع به اشتراک میشه گفت توهیه نیست؟ حتما حتما چیزی تو همشون هست. حالا اینا مثال خیلی پیچیده هم نیست، مثلا فرض کنید به این نگاه کنید، این زیر مجموعه n تا بی نهایت دیگه، درسته؟ خب
بود دیگه. اینا مثلا شما چون سعودی بودن این دنباله رو داری، در واقع همگرایی طبق اون قضیه معادل با چیه؟ از بالا کران داره بودنه. و مثلا مثالی که من اجازه دادم برای که نشون بدم میتونه دیگه اشتراک باز ناتویی بشه، اشتراک توهی بشه، همونو نقض کردم. سر بازه ها رو دنبالی از بالا بی کران گرفتم. ان بله، اینا مجموعه های تو در تو هست. مجموعه یک تا بی نهایت، دو تا بی نهایت، سه تا بی نهایت، هر کدوم دارن کوچکتر میشن، توی دل قبلی هستن ولی اشتراکشون توهی. استدلال این بازه ها اینه که این در واقع بله، وقتی شما یه دنباله دارید، اگر اون دنباله کوچیک‌تر مساوی با بی باشه، مثلا سوپریم باشه کوچیک‌تر مساوی با بیه، ولی اگر کوچیک‌تر از بی باشه لزوماً سوپریمش کوچیک‌تر از بی نیست، ممکنه کوچیک‌تر مساوی با بی باشه و همون باز بودن سر بازها ممکنه همین موجب بشه که اون نقطه حدیه که شما گرفتید دیگه توی بازها نیفته، بیفته سر تایی که دیگه به درد نمیخوره. خیلی خوب، 5-6 دقیقه وقت دارم، 5 دقیقه. خب ببینید، بذارید چی که با شما بلدین سریع مرور کنم، اونم مفهوم زیر دنبال است. خب هر وقت دنباله داشته باشیم، اگر یه دنباله اکید از اندیس‌هاش رو انتخاب بکنیم بدون اینکه ترتیب اندیس‌ها رو به هم بزنیم، نامتونه تو جمله رو انتخاب بکنیم، بهش میگن زیر دنباله. خب مثلا زیر دنبالایی که خیلی دم دستی ما باشه سر کار داریم، مثلا اندیس‌های زوج x2 x4 x6 این یک زیر دنبال است، خود دنباله زیر دنبالشه. توی این درس ما هیچ وقت زیر دنباله رو محدود در نظر نمیگیریم، مثلا 5 تا جمله ها مثل x1 تا x5 بهش ما نمیگیم زیر دنباله، ممکن تو درس ترکیبیات بهش بگن زیر دنباله، اونجا مثلا برای عبارت ما تاکید کنند یک زیر دنباله نامتناهی، ولی ما همش با زیر دنباله های نامتناهی سر کار داریم، یعنی که نامتناهی تا جمله رو انتخاب میکنیم. ممکنه هیچ نظم مثلا دم دستی هم نداشته باشن، هر جوری میخواین انتخاب بکنید، ببین میگیم زیر دنباله. و چیا میدونیم؟ مثلا میدونیم که اگه دنباله همگرا باشه، زیر دنبالش همگراست، حدش هم همونه. این چیزی که اثباتش خیلی ساده است برای شما. اگر زیر دنباله میخواین ثابت کنیم به یه نقطه الی میل میکنه، و چی میدونید خود دنباله میل میکنه، استدلال خیلی ساده ای داره که اینو اثبات کنید. خب و مثلا استفاده که میشه کرد برای از این قضیه گذاره اینه که مثلا همگرا نبودن بعضی دنباله رو ثابت کنیم باشه. اگه شما یه دنباله داشته باشید که دو تا زیر دنباله داشته باشه که هر دو همگرا هستن ولی حدشون فرق داره، وقت دنباله اصلی حتما واگراست. درسته؟ چون اگه اصلی همگرا بود، زیر دنبالش هم همگرا بودن، به علاوه حدشون چی بود؟ یکی بود. پس مثلا به همین دلیل دنباله منفی یک به توان n واگراست، چون زیر دنباله زوجش هست یک، زیر دنباله فرضش هست منفی یک، هر دو همگران، پس ولی حدشون چیه؟ با هم دیگه فرق داره. در ما با کمک همگرایی داریم تو چنین داریم همگرایی به کمک همگرا بودن بعضی دنباله ها واگرا بودن یه دنباله دیگر رو که هست اون دنباله اصلی هستن نشون بدیم. خب و یه قضیه که اینو شاید ندیده باشید اینه که هر دنباله یک زیر دنباله یک نوا داره، یعنی هر دنباله یا یک زیر دنباله صعودی داره یا یک زیر دنباله نزولی داره. ایده برای اثباتش دارید شما؟ اگر اینفیموم بگیرید، ببینید چیزی که در اینفیموم گیری گیری ما میاد عضوی از دنباله نیست. میگید چی؟ مثلا فرض که دنباله ما xn ها؟ yn رو میگید ماکسیموم اینا؟ ماکسیموم x1 تا xn؟ خب بیشتر میشه، ولی ها درسته این؟ و این دنباله yn چجور دنباله یه؟ سعودی حتما؟ یعنی شما اصلا چیز قوی تایی داری نشون میدی ظاهرن؟ هر دنباله زیر دنباله سعودی داره؟ اگه دنباله اکیدن نزولی بودن باز فهم میکنی درسته؟ ها نمیتونی، یه جا اشتباه کردیم کجا؟
اگه دنبال اکیدن سعودی نزولی باشه که هر زیر دنبالش اکیدن نزولیه، پس این استدلالشون کجا ایراد داره؟ ها؟ مثلا در مورد همین مثالی که ما داریم میگیم که دنبالمون اکیدن نزولیه، همش ایکسیه که، و در واقع شما اون ترتیب اندیسه یه اندیسه ای داری تکرار میکنه، ایکسیه که ایکسیه که ایکسیه که ایکسیه وای یک رو بگیرم چی؟ همین که اینجا هست. خب و وای دو چی؟ از این چیه؟ تا کجا برم مکسیموم بگیرم؟ ها؟ این این از کجا اومد؟ ایشون میگفت این جمله اینوم رو میگیرم تا اکسیوم تا جمله اینوم، ولی شما جمله یکوی گرفتی تا اینوم. من از این پرسیدم که این چیه؟ ببینید هر استدلالی که شما رو مستقیما به این برسونه که دنباله سعودی حتما داره، غلط حتما، درسته؟ چون میدونید که هر دنباله که دنباله سعودی نداره، ممکن نداشته باشه، اگه اکیدن نزولی باشه حتما نداره. خب بله، یه جمله بگیری مثلا آیه، خب اولین جمله بزرگتر از اون در نظر بگیرید اگه وجود داشته، خب دوباره همین کارو بکنید، اول جمله بعد از اون که بزرگتر از اونه اگه وجود داشت، اگه نداشت خب اینجوری میشه دیگه، هر جایی که اینو بتونم تا انتهای ادامه بدم. و بعدش چیکار میکنیم؟ مثلا شما یه جمله رو میگیرید و ببینید اولین جمله بعد از اون که ازش بزرگتره اگه وجود داشت، و اگه وجود نداشت میرین اولین جمله که از اون کوچیکتره. بعدش چیکار میکنید؟ میگم اگه مثلا اگه همین کار تکرار کنیم، من نگران یک نوسانی ام، مثلا گاهی بزرگ گاهی کوچیک، من یک نوا نمیشه. بذارین شکل میگم بکشیم، با شکل میگن در میاد. درستش کرد؟ خب این دو جمله بیشتر نداره، حاضر دنبال احتاج بی نهایت جمله داره. ببینید یه جمله میگیرید، ممکنه یعنی از اون بعد دیگه میرین دنبال سعودی پیدا کردن، خب شاید دیگه پیدا نشه، مثلا اولی دومی بزرگ شه از اون بعد نزول کنه پایین. میگید که مثلا ایکس یک رو انتخاب میکنید، یک مثالی که نقطه بذارید جاشون که اینطوری نمودار بکشید، مثلا فرض کن این اندیس ها یک و دو و اینجوری بکشم چهار، مثلا ایکس یک جاییه، یا این ایکس یک از همه اینا بزرگتره یا نه اون حالت یه چه بزرگتر، مثلا این بزرگتر پیدا میشه اینجا. خب اولین جمله که از این بزرگتر، یعنی بعدی از این کوچکتر بود که من انتخابش نکردم. خب یه جای دیگه نمیتونم کار انجام بدم. خب بعدش بعد این سال بعدی مثلا میگید که بعد از اینکه بزرگتر از این بعدی بود انتخابش میکنم، مثلا این بعد اصلا نمیتونید. خب دوباره میام اول جمله که ازش کوچیک‌تر انتخاب میکنم، مثلا همینجاست، دوباره همین کار رو ادامه میدم تا جایی که بتونم، دوباره مثلا اگه نشد میرم بزرگتر بگیرم. خب حالا اینجا که جهتم عوض کردن، اولین جمله که بزرگتر انتخاب کردم قطعا از اون بالا قبلی پایین تر، چون اگه بالاتر بود اونجا من رونده دارم. چی؟ چی از چی کمتره؟ بوده یه مجاقه هستم. خب الان اینجا من کام روید سعودی در پیش بگیرم. خب میگید این از چی پیش؟ این جمله بعد از این که بعد از این جمله آخری انتخاب میکنم از اون حتما کوچیک‌تر. خوش اومدم پایین همینطور. خب نه همه که روید نمون کام سعودی کنم، مثلا اون که برم اینجا. خب نه اونجا دیگه نمیشه. چرا نمیرم؟ چون اگه میرفتم میتونستم اونو اینجا انتخابش، یه جمله بزرگتر از این وجود داره دیگه. آها برای همین من ادامه ندم بودم پایین، به خاطر همین اگه این
شاید این همون باشه که شما خواهیم فهم میکنم این شک دارم برای که باید دقیق تر چک کنم اینو ولی شاید درست باشه چی میخواهیم بگیم؟ اگه مثلا آن ان باشه خب نمیتونید بگید آن ان خود آن رو بگیرد ان توی دنبال کردار نداره دیگه باشه میگه زیر دنباله کراندار منظور شما در مورد اینم صحبت میکنه این از یک شروع میشه کجا این ثابته بند خدا؟ نه میگم عدد روی بالا میاد پایین دیگه درسته؟ خب خب باید میتونیم باز این دو تا از بعد شما بگیم یه بازه در نظر میگیم ممکنه این چوبه دیگه نداشته یه بار دیگه بگید منظرتون چیه؟ بدین پس ایشون بگه که بفهید دستشون بعد بگیم تو هر دو باله ما یا ماسیمون نداریم یا مینیمون نداریم بله بله یا ماکسیم نداریم یا داریم یا اینو داریم اون نداریم یا اون داریم. چهار حالت این به خاطر منطق مواری منطق مثلا چیه چرا مثلا فرض کنید دنباله که نوسان میکنه خب بین یک و منهای یک ولی از پایین میشه دیگه به نزدیک یک بشه از پایین به نزدیک منهای یک بشه از پایین همینطوری هم هی بهشون نزدیک شه در واقع میتونه به یک نزدیک بشه ولی ماکسیمم نداریم این فرم نداریم اگر دنباله اصلی همگرا باشه چه خوب میشه گفت ولی ما الان در مورد دنباله بدون شرط صحبت میکنیم هیچ شرطی نداره یه دنباله کاملا دلخواه بدون هیچ شرطی اگر مثلا مثال خیلی دم دستی دیگه آن رو اگر ان بگیرید این دنباله همگرا نمیشه اصلا هیچ دیر دنبالش همگرا نیست چون داره بینهایت میل میکنه زیر دنبالش هم بینهایت میل میکنه همگرا نمیشه بله آره به لحاظ منطقی قاطع همینه چون میگیم پی یا کیو خواهی اگه پی غلط باشه باید کیو درست باشه ولی اینکه بتونه قدم استدلال رو به خوبی از اینکه زیر دنباله سعودی ندارد استفاده کنه یه مقدار سخت به نظر میرسه هیچ زیر دنباله سعودی ندارد یه کمی گزاره سختیه خب نه ببین اگه میگید فرض میکنم زیر دنباله سعودی ندارد پس یک بزرگتر زیر دنباله سعودی دارد این غلطه ممکنه زیر دنباله سعودی به هر طولی داشته باشه خب ولی زیر دنباله سعودی با نام و جمله نداشته باشه یه باقی رو فرض کنید که به هر ارتفاعی توش درخت داره ولی یه درخت نام و توش نداره به هر ارتفاع این یه درخت بلند و ارتفاع این توش باشه ولی یه درخت که تا همینطوری الال عبد بشه طرف بالا زیر دنباله که شما دنبالش میگید اونه اونو نداره بذارید من تو یه خط بگم برای شما دیگه چون الان وقت جلسه هم تمومه من اینو تموم بکنم و ادامهش بذاریم جلسه بعد شاید این که دارم میگم همون چیزی باشه که شما دارید میگید یک کمی بیان شسته رفته تر نه نه شما چیزی نگید چون الان بچه ها میگن وقتمون دیر شده بله شاید مثلا این زبان ببینید اینایی رو بگیرید که آن بزرگتر مساوی با آمه برای هر ام بزرگتر مساوی با ان اندیس های از دنباله که اون جمله از دنباله از همه جمله های بعدی بزرگتر مساویه ممکن چه چیزی نداشته باشیم خب مجموعه اینا مثلا جمله قولن این دیگه از همه بعدی بزرگتره
خب یه جمله خاصه، جمله که از همه جمله بعدی بزرگتره. این مجموعه دو حالت داره، یا متناهیه یا نامتناهیه. خب چون حالت توهی هم حالت متناهیه دیگه. اگه نامتناهی باشه، اگر نامتناهی باشه اعضا چطورشو میگی؟ اگر نامتناهی باشه جملهاشو انتخاب کنید، اینا N1 N2 N3 فرض کنید این مجموعه آ باشه. خب ببینید چه زیر دنباله پیدا میشه. AN1 عضو این مجموعه است، پس از همه AN های بعدیش بزرگتر مساویه، پس بزرگتر مساوی با AN2 و بزرگتر مساوی با AN3، پس یه زیر دنباله چی پیدا کرد؟ نزولی پیدا کرد. درست؟ ببینید مجموع اندیس هایی که اون جمله از دنباله بزرگتر مساوی تمام جمله های بعدیه. حالت اول این مجموع نامتناهی باشه. حالا مجموع نامتناهی میتونید چیکار کنید؟ اعضاشو مرتب بنویسید دیگه، 5 7 15 43 از طبیعیه دیگه. خب حالا ببینید چه زیر دنباله به شما میده. AN1 بزرگتر مساوی با AN2 هست. چرا؟ چون N1 عضو این توه و هر چی این تو هست آی متناظرش بزرگتر مساوی با هر آی بعد از خودشه از جمله AN2، و AN2 بزرگتر مساوی AN3 است. به همین ترتیب این یک زیر دنباله نزولی به ما میده. اگر آ متناهی باشه، خب معنیش اینه که چیزایی که اینجوری هستن یه تعداد متناهی تا از دجا بعد دیگه چنین چیزی نداریم. از دجا بعد هیچ عضوی نداریم که بزرگتر مساوی با همه اعضای بعدیش باشه. درست؟ یعنی هر عضوی رو انتخاب بکنید جلوترش یه عضو پیدا میشه که از این بزرگتره، و اون رو اگه انتخاب بکنید جلوترش یه عضو دیگه پیدا میشه که از اون بزرگتره. به همین ترتیب شما میتونید یه دوباره سودی انتخاب کنید. پس درست شد؟ حالت چی مساوی؟ تو سودی ما اشکالی نداره که تساوی رخ بده ها. پس در حالت آ متناهی دنباله اکیداً سودی پیدا میشه، چون هر جمله بگیریم جمله قول نیست، یعنی بزرگتر مساوی با همه جمله‌های بعدی نیست، پس از یه جمله بعدی اکیداً کوچکتره. حالا بریم سراغ اون جمله بعدی، اونم از جمله بعد خودش جلوتره، اکیداً کوچکتره. پس من دارم یک انتخابی از اعضای دنباله میکنم، بینا هر جمله انتخاب میکنم، ترتیب انتخابم دقیقاً ترتیب درستیه، عقب و جلو نمیکنم، دارم جلو میرم و هر جمله داره بزرگ میشه. خب پس در دو حالت مسئله به یکیش به دنباله نزولی، اون یکی به دنباله سودی منجر شد. پس در هر صورت هر دنباله زیر دنباله یک نوا داره، و این قصه واسه ما مهمه به خاطر اینکه ما میدونیم زیر دنباله های یک نوا اگر بالا کرندار باشن همگرا هستن. البته این بحث خیلی کلی بود، تو هر مجموع مرتب این درسته، اگه دنباله تو هر فاز فرق مهم نیست، چون ما فقط ویژگی ترتیب استفاده کردیم، رفتی به آر و ویژگی های مثلا جبری و ترتیبی آر داشت، ترتیب بود فقط. خیلی خب ببخشید دیگه طولانی شد، من